سال نمیخواین بیدارشین؟ مزار بخوابم، دیشب دیر خوابیدم تا الان. رفتار افضل باهات خوبه مگه نه؟ اخلاقش جدیه. در مورد بچه هم هیچ کوتاهی رو نمیتونم قبول کنم. بی‌انصافی که در حق خواهرم کردی، امیدوارم پیش پای دخترتون این نفرین من به شما هاست. عقد کی؟ عقد داداش افضل؟ کی عقد کردن؟ وقتی مادر زنده باشه بچه ها اصلا نمیتونن پیش نامادری بمونن. افضل ازدواج کرده. اگه منم حرف دلمو بهت بزنم چی؟ آره؟ نگی، خودم خوب میدونم. جدی؟ چی میخوای بگم؟ همین دیگه، که با عروس خوشگلی مثل من داره توی دلتون قند آب میشه. کی فکرشو میکردین که زن خوشگلی مثل من گیرتون میاد؟ آره، هیچ وقت فکرشو نمیکردم. منم فکرشو نمیکردم شوهر زشتی مثل شما گیرم بیاد. میخوام در مورد اون یه چیزی بهت بگم. هیچ وقت نمیخوام که مثل اون بشی. در مورد بچه‌هام هیچ کوتاهی رو نمیتونم قبول کنم. رفتارت با بچه‌ها خوب باشه، رفتار منم با تو خوب میمونه. اگه با بچه ها بکنم منظورم رو گرفتی. این انگشتر مال توه. تو چیزی نمیخوای بگی؟ یعنی میتونم چیزی بگم؟ لازم نیست. راستش این لباسا با این قیافه لباسات عوض کن لطفا. اول به حرفم گوش بده سعدیه. دیگه به حرفتون گوش نمیدم. دیگه واقعا میدونم همه ی حرفاتون به جز دروغ هیچی نیست. شماها خیلی در حق خواهر مظلومم ظلم کردین. خدا میدونه من بی تقصیرم عزیزم. لطفا قسم نخورید. حتی اگه به همه ی مقدساتم قسم بخورید بازم نمیتونم حرفتون رو باور کنم. خواهر مظلوم منو بدنام کردین. دخترم حالم خوب بشه خودم میرم با افضل و از هر حرف میزنم، مطمئن باش. نمیذارم به تمنا ظلم بشه دختر گلم. حالتون هیچ وقت خوب نمیشه. این نفرین من به شما هاست. بی‌انصافی که در حق خواهرم کردین، امیدوارم پیش پای دخترتون بیاد. نه سعدیه،
زبونتو به نفرین کثیف نکن. آخه خیلی وقتی که نفرین کسی منو گرفته، روزی نفرین شدم که دختری مثل تلنانو به دنیا آوردم. پس چرا به دنیا آوردیش؟ اگه دختر منم اینطوری می بود بهش زهر می خوروندم. الو، سلام رزی، من ترلانم. احوال پرسی و بذار کنار، به هم بگو تونستی وکیل جور کنی یا نه. بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم. من در هر صورت بچه ها رو میخوام. اگه افسر و زرش کش نکردم اسمم ترلان نیست. یه بار بچه ها رو بگیرم، یه جایی ببرم مخفیشون کنم که تا هفت نسلشم نتونم پیدا کنن و در به در بگردن، بدبختشون میکنم. دختر تو به شوهرت فشار بیار و بهش بگو نگران پول نباشه، فقط یه وکیل خوب بگیره تا دادگاه به نفع من حکم بده. آره. ماشالله ماشالله، این انگشتر خیلی به دستت میاد عزیزم. فاطمه، این هناست، دخترت. خیلی نازه. اسد بیا اینجا. فاطمه، این اسده و اسد این مامانته. کجا؟ دارم میرم، امروز پرواز دارم. حالا؟ آره. مواظب خودت باش. خب زن داداش، با اجازتون مواظب خودتون باشین. تو هم مراقب خودت باش. خداحافظ. بریم؟ بریم. بله، بفرمایید. سلام کوسرم. آهان، شما این. راستش تمنا گوشی رو بر نمی داشت، واسه همین آبجی. تمنا سه روز قبل از حیدرآباد برگشت. سه روز قبل؟ حیدرآباد؟ حدس می زدم. شما خوبی؟ من که می تونم خوب باشم. سه روز قبل تمنا حیدرآباد رفت و سه ساعت قبل داداش اثر. داداش اثر کجا رفته؟ نمیدونم. دبی یا کانادا. دبی یا کانادا؟ الان داری اینو به هم میگی؟ خیلی وقت پیش گفته بود میره، ولی نگفته بود کی میره. راستش تو این چند روز
ما هممون درگیر عقد داداش افضل بودیم که فراموش کردیم. عقد کی؟ عقد داداش افضل؟ کی عقد کردن؟ افضل عقد کرده؟ تو چی گفتی؟ آره، دو روز پیش عقد کرده. ببخشید ساعت 7 شده. ای بابا چجوری بیدارش کنم؟ افضل، آقا افضل، ساعت 7 شده، نمیخواین بیدارشین؟ بذار بخوابم، دیشب دیر خوابیدم تلا. اینم کلیده. با این فرصت کم اجاره نشین حاضر نبود خونه رو خالی کنه. من براش خونه جدید پیدا کردم تا راضی شد از اینجا بره. ممنونم. کاش خونه ما میموندی. اجاره نشینه خیلی خونه رو کثیف کرده. اول خونه رو تمیز میکردی. نه عمو، ممنون. این چند روز خیلی خوب میزبانی کردی. نمیدونم، واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. این چه حرفیه که میزنی؟ تو دختر خدا بیامرز دوستمی، خوشحال میشم خونه من میموندی. اگه برای چند روز بود میموندم، ولی قراره اینجا زندگی کنم. دخترم به خدا توکل کن، همه چی دست اونه، همه چی درست میشه. و در ضمن نگران خورد و خوراکتم نباش، من برات غذا میفرستم. اون وقت هر مشکلی هم داشتی به خودم بگو، خودمو فورا میرسونم. یادت نره چی گفتم. خیلی خوب، خدافظ. چی؟ افضل عقد کرده؟ این چطور ممکنه؟ نه ممکن نیست، تو اشتباه شنیدی. دوباره زنگ بزن و ازشون بپرس. نه خیر، این درسته که داداش افضل 3 روز قبل ازدواج کرده. نه امکان نداره، بده گوشی تو، زنگ میزنم. به کی زنگ میزنی؟ چرا میخوای نمایش را بندازی؟ اصلا شما با کسر حرف بزنین و ازش بپرسی. به هیچ وجه، مامانو اصلا اذیت نکن. همینجوریش هم حال مامان خوب نیست، خودت برو ازش بپرس. آره خب که چی، خودم میرم بپرسم. کسر حتما برای اذیت کردن من اینو گفته. از اینکه داداش افضل ازدواج کرده ناراحت شدی؟ نه به هیچ وجه، من برایش ناراحت بشم؟ نه. فکر کردی همیشه مجرد میموند؟ اون که آدم خیلی خوبیه دختر جون، زن خوب همیشه براش پیدا میشه. ولی اون بهم گفته بود که به جز من به هیچ زن دیگه حتی نگاه هم نمیندازه. ببینم الان که عقد کرده و عقدنامه رو هم امضا کرده. تارا دارو آمن بیار. دیگه دعوت برای چیه؟ توی زندگیم هیچ چیز جدیدی نیست. تنها فاطمه رو دعوت کن. الو؟ الو سلما؟ سلام علیکم. خیلی علاقه داری مهمونی بری؟ نه چطور؟ پس چرا به سلما گفتی میای؟
خب اون لحظه نمیدونستم که چه جوابی بهش بدم. این دفعه اول بود، اشکالی نداره، ولی بعد از این یک کلمه یادت باشه. مخالفت، من این مراحل رو گذروندم، خیلی بهشون علاقه ای ندارم. میخوای چیزی بگی؟ چیزی میخوری بیارم؟ آب یا چای؟ نه، حاضر شو، سلما منتظرمونه. منم میرم لباسم عوض کنم. بچه ها حاضرم؟ بچه ها رو هم میبریم. میبریم؟ منظورت چیه؟ چطور فکر کردی بدون بچه ها میریم؟ ها؟ بچه ها اولویت منن، مفهوم شد؟ بشین. بریم دخترم، بریم سوار ماشین شیم. این لباس ممکنه بچه رو اذیت بکنه، چطور نفهمیدی؟ چی؟ به نظر میرسه خیلی به آرایش علاقه داری. راستش آبجی سلما با علاقه زیاد این هدیه داده بود، گفتش که حتما همینو بپوش. باشه، چون سلما آوردت اینجا به حرفش گوش بده. پس میرم عوضش کنم. او قربون کوچولی خودم بشم. بچه رو بده به من. مثل زنده تا الان خوشگل نیستین، ولی بدکم نیستین. یعنی اون خیلی خوشگل بود؟ مامان بهش بلای خوشگل میگفت. دیگه خودتون حدس بزنین. میدونین همه میگفتن دایی تو دنیا بیشتر از همه زندایی تعلان دوست داره، ولی بعدن فهمیدم که بیشتر از همه بچه هاشو دوست داره. زندایی باید بچه ها رو خیلی دوست داشته باشی. هنا که کوچولوه، ولی اسد کاملا به زندایی رفته. مطمئن بودم که این رنگ خیلی بهت میاد، مگه نفسه؟ فاطمه، با عشق و محبت حیوانم میشه اهلی کرد. اسد که یه بچه یه کوچیکه برات. آره. خب بگو، رفتار افضل باهات خوبه مگه نه؟ خیلی خشنه، اخلاقش جدیه. شرایط اینطوریش کرده، ویلا باور کن اون آدم خوش اخلاقیه که مثل افضل توی دنیا نبوده. باید خیلی بیشتر تلاش کنی. اصلا حرف نمیزنه. خب توش
شروع کن. شاید جوابم هم نده. تا کی؟ بالاخره تو دلش خودتو باید جا کنی. میخوای یه نصیحتی بهت بکنم؟ هیچی نمیتونه مهربونی رو نادیده بگیره. در نهایت در قلبشو باز میکنه. و یه حرف مهم دیگه، کلید در قلب افضل بچه هاشه. اگه تو بتونی تو دل بچه ها خودتو جا بکنی، اون وقت میتونی. تلاشمو میکنم. به بچه ها سر زدی؟ آره سر زدم. دوتایشون خوابن. به نظرت قبل خواب نباید بهشون سر می زدی؟ الان میرم میبینم. ولش کن، خودم دیدمشون. افضل ازدواج کرده. اون ازدواج کرده. اون ازدواج کرده. نمیتونه همچین چیزی رو تحمل کنه. ما هم نمیتونیم تحمل کنیم مامان. شما واقعا فکر میکردید همچین اتفاقی بیفته؟ نه، ولی از بیقراری تعلان میترسم. الان میخواد چی کار کنه؟ ببخشید ساعت 7 شده. ای بابا چجوری بیدارش کنم؟ افضل، آقا افضل، ساعت 7 شده. نمیخواین بیدارشین؟ بذار بخوابم. دیشب دیر خوابیدم تلا. میشه بپرسم صبح چه ساعتی بیدار میشی؟ با
واسه پرسیدن این سوال منو بیدار کردی. ببخشید. خب دیروز بعد نماز صبح رفتی و منم نمیدونستم کی بیدار میشی و سر کار میری. معمولا ساعت 10-11 بیدار میشم. دیروز کار اورژانسی داشتم، زود رفتم. باشه، بس الان بخواب، بعدن بیدارت میکنم. نه، بیدار شدم دیگه. داری گریه میکنی؟ نه، راستش فقط میخواستم بگم اسمم فاطمه است. من میرم چای بیارم. آره بیار. فاطمه. بله. من معذرت میخوام. چرا؟ دیگه حواسم بهت هست، به اسمت صدا بزنمت. ممنون. من میرم به حنا سر بزنم. زینب حواسش به اون هست، شما حواستون به اسد باشه که غذا نمیخوره. من بهش گفتم غذا بخوره، شاید میل نداره. شما هم همینطوری راحت نشستین؟ آره، به عنوان مادر اومدین براش مادری کنیم. کمال صبحانه تو بخور. اسد چی میخوری؟ راستش میدونی منم از صبحونه خوشم نیومد. دارم فکر میکنم که آره امروز تخم مرغ بخوریم. منم تخم مرغ آب پز میخورم. خب اگه تو تخم مرغ رو بخوری من چی بخورم؟ نمیدونم. نه نمیشه، من تخم مرغ میخوام. خب منم میخوام. همشو خوردی که؟ راضیه چای بیار. باشه اومدم. دختر آب. باشه بشین الان برات میارم. امروز میخواستم برم وکیل رو ببینم. انشالله امروز پرونده رو باز میکنیم. ترلان اون ازدواج کرد. اون؟ کیو میگی؟ افضل دیگه. افضل؟ کی؟ عالیه، این که خیلی خوب شد برامون. ببینم تو چی داری میگی؟ پروندهمون قوی میشه وقتی مادر زنده باشه. بچه ها اصلا نمیتونن پیش نامادری بمونن. این پرونده رو خیلی راحت برنده میشین، اصلا نگران نباشین. آره واقعا حرف خوبی زدی، این یعنی برنده شدنت 100%. اصلا برم به درک، من بچه نمیخوام، خودش بزرگ کنه. پس چی کار میکنی؟ منم ازدواج میکنم. ازدواج؟ آره. شب چی برات بیارم؟ پیتزا.
خداحافظ. میخوای چیزی بگی؟ بذار پیش زینب بمونه. چی؟ نمیتونم بهت اعتماد کنم. یا شاید در رابطه با هانا نمیتونم اعتماد کنم. من میخوام ازدواج کنم. ازدواج؟ آره ازدواج. این دختر دیوونه شده، عقلشو از دست داده، هیچی تو سرش نیست. راست میگه، دیگه دارم عقلمو از دست میدم. اینجا برای مجرد و شوهر پیدا نمیشه. تو از کجا پیدا میکنی؟ ما بچه ها که برای به دست آوردنشون تصمیم گرفته بودی همه دادگاهی توی شهر رو سر بزنی. چی؟ آهان بچه ها؟ خب که چی؟ ازدواج کنم بچه هم میارم. من که هیچی هنوز از دست ندادم. آقا خیلی دوست داشتن که وقتی خونه بیان تعلان خانم آرایش کرده و مرتب ازشون استقبال کنه، ولی برعکس تعلان خانم با لباسهای جوریده و نامنظم از آقا استقبال میکردن. سلام، خوش اومد. علیک السلام. میخوای جایی بری؟ نظرم بگم، من جایی نمیرم. نه، همینجوری حاضر شدم. اگه بهت بگم دیگه هیچ وقت این رنگو نپوش، بازم به حرفم گوش میدی؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.